امروز اومدیم سراغ یکی از بازی‌های سرطان ایرانی و تخمه. میدونی منظورم چیه؟ از این بازی سم، از کلا میخوام سری جدید این بازی‌های سمی تو موبایل شروع کنیم. آره، پس استقبال کنی، لایک کنی، کامنت بذاری و حتی از این بازی سم تو موبایل معرفی کنی که بریم ازش ویدیو بسازیم. و آره، و اسم این بازیمون هست خواستگاری. قرار بریم خواستگاری کنیم، اونم رسم رسوم سنتی ایرانی. به به به. اوکی، رواجو باز کنیم. اوه، امیدوارم برگوش کپرو نباشه. تنگ های خورا که غیر دادنه یکیشون. واسه دختر شما، واسه دختر شما خواستگار. نیست کله آهنگاش کپی رایت. بچر خوبی چیه بچر؟ گردونه شانس 250 تا سکر هم شد. 25 تا من 25 هایی هاش بخیرم یه دونه از کلوشان هم گرد. خب امو اسی خب چی کنم بکنم تو بازی؟ خودت بازی نکردم. به سمت خانه امو اسی. امو اسی چیه داستانش؟ سلام علیکم، خوش آمده. پس شمایی که خاطر خواه نور چشمی ما شدی. اوه چی کی آمده خواستگاره یا برفر؟ بله باید شما عاشقه. نفهمیدم چی شد؟ امو مزر آقا حوشنگینه که به به چشمم روشن امو جون. شما برو از تو آشپزخونه سیلی چایی رو بیار. آه تازه مندم خواستگاره. اوکی، پس این پدر عروس خانم هستم. بله، روز اول در 5 روز باید امو اسی رو راضی کنی. پر راضی کنی روز اول. سوالات عمل از دو موضوع هست، یک موضوع به انتخاب شما و یکی به انتخاب امو. اوکی، جانداران، جوچین، خوراکه. آه این همونه. چی؟ زنه؟ دختر بهش نمیخوره 20 سال بوده، دختر 40-50 ساله. بیوه. اوکی، بریم الان ما جانداران انتخاب کنم. ما جانداران رو میگیم خوراکه انتخاب. امو در هر روز محل تعداد سوال میپرسه. آه بله، این پوزش سوال پرسی سوال جوابی هم هستش. خب ادامه. زمان جواب دادن به هر سوال محدود است. باش. این گیاه آب رو به خوبی در خود نگه میداره. خیار، آبجار، کاکتوس دیگه. الان ما باید اینجوری راضیش کنیم. به خدا راضی که نه خیلی زیاده. ماشین باید داشته باشه، خونه باید داشته باشه، دود نباید باشه مثلا. نه، با جواب درست به هر سوال 10 ماهی به دست میاری. اما عاشق ماهیه و برای امروز 20 ماهی ازت میگیره. غذای معروف تبریز کدام است؟ میرزا قاسمی، کوفته، مرغ ترش، زرش پلو. میرزا قاسمی مال شماله، کوفته هم مال یه جای دیگه است، مرغ ترش زرش پلو. فکر کنم مرغ ترش بشه. کوفته بود. ریدم. سوال بعدی. جانداران، این حیوان مختص صدسازی است. سمور دیگه. سوال ایزی میپرسی ها. پسونه ای دهنشه؟ پسونه که تو دهنشه. در 5 روز باید افهم. روز دوم، رفتیم روز دوم که امو اسی رو ما راضی کنیم. ادامه با چه ترفندی؟ 30 عدد ما باهم راضی کنیم. یه موضوع به انتخاب خود اتخاب کن، یه موضوع امو اسی رو باهم کنم. جورچین چیه منظوره؟ کنچ پاپم بزنیم جورچین چی کفتیه؟ امونم اعتال کن، امونم اعتال کن. سوال رو جواب بده و آیتم جمع کن. باشه، کدام حرف رو در خواهر پاک؟ در خواهر پاک نیست؟ سه دیگه الان همین بود؟ پدش بچه 5 ساله گیر آوردی رب جو سواری. سوال بعدی، نام قمر زمین، نام همون ماهی آفرین. کدام هفت در ماهی مفید نیست؟ بابا اشتباه دادم، دستم خورد، من میخواستم رو بزنم. سوال بعدی، اطلاعات عمومی، حد اکثر تعداد بازیکن در بازی منچ چند نفر است؟ حد اکثر 4 نفر دیگه. بابا این سوال ها برای بچه هاست. پسونک میدین رو دهنه. بگیست این بازی برسه بچه هاست، از همین بچه که داره به بچه یاد میده که بره ازدواج کنه، هی بعد میدین به ننه باشه میگه من زن میخوام. بچه بیا پایین کش. روز سوم. اوه چه تو بوده؟ خب آقا هوشنگ، آشپزی چطوره؟ بد نیست عمو جان، چطور مگه؟ مثل اینکه یا به زودی متوجه میشی. چه کار کنه ماما؟ اکرم به دادم برس، یعنی عمو چه کارم داره؟ والا به منم چیزی نگفته. اوکی، روز سوم. روز سوم فکر کنم قرار آشپزی اینا باشه. فکر کنم بریم درباره جانداران بپرسه، اون حتما جورچین میپرسه. جورچین هم مثلا همش ایزی بود. خب گیاهی با برگ‌های سوزنی. درخت سوزنی، درخت پرتقال، گل روز، گل روز. آه با برگ‌های سوزنی، من فکر کردم منظورش خار بود. اشتباه گرفتم. دقت کن عمو کم حوصله هست و فقط تعداد محدودی سوال میپرسه. سوال بعدی، کدام مربع بیشتر هست؟ چی؟ کدام مربع بیشتر هست؟ چه کوفتی یعنی؟
بگو بیشتر دایر توشه. جاندارا کدام حیوان به نجابت معروف است؟ سگ، اسب، مرغ، گاو. اسب. کدام روز چهارم من قضیه آشپزی یا اول پس خب امروز آقا موشن قراره برامون ماهی کباب کنیم، اما من که باشه خانم شما فقط ماهی رو به من نشون بده. من نفهم کی داشت که کنم باری کلا اکرمی آقا موشن چه کرد با درما عجب کبابی ماهی شروعی لباش نگار پروتست کرده. وای حوشن نمیدونستم آشپزیم هم خوبه، همه دارن تعریف میکنه نزد قبولت برم هورا. اکرمی اولین باره بود ماهی کباب میکردن ولی نباید کم میآوردم. خودش شکره. وای کارت عالی بود، براوا. روز بعد روز چهارم 40 تا ماهی به دست بردیم. عجب داستانهایی داره واقعا. روز غذا واسه این امرسی درست کنیم. آره جورچی جغرافیا فیلم و سینما. فیلم و سینما زیاد بارم نیست ولی بریم لسکو ولی تنوعش لسکو. اونن نمایشی که به صورت زنده اجرا میشود. آفرین. من فکر کردم سوال درباره فیلم بپرسم مثلا میگه جواد عزتی تو زخم کاری چند نفر رو گاد. برعکس کلمه مهربان نهربان. آره این دیگه نقش اصلی فیلم لیلی با من است. یا ابد این سوال خیلی سختیه. فقط بعد دبیش کن دبیش بچا شطور نبود عزیزی پرویز پرستویی. خب من نمیدونم این فیلم ندیدم. برعکس کلمه هوشمند موجه برنامه خندمان چه کسی هست؟ کی میتونه باشه؟ سوال بعدی برعکس کلمه ارغوان ناورگرا گفتم؟ وای ریدی که میدونم. سوال بعدی برعکس کلمه موبایل وای نموده با این سواله. من از این سوال بدم میاد لیام خب یکی رو بخود اوله شانس زدم. این سوال واقعا سخته واسم. برعکس کلمه دریایی نه یایده. من تو این سوال ضعیفم، من تو این زمینه ضعیفم. من آقا باش اما اسی عصبانی نشه. مینوال روز چهارم دوباره از اول لیتس گو. فیلم و سینما آسمونه. اینا جغرافیا انتخاب کرد دمش کن. خب کارگردان سریال طرز پابرچه چه کسی است؟ مهران مدیری بود. آفرین. سریالی که خیلی اونواش خاطره داره مثلا قدیمیه. از شهرهای منطقه خراسان باشه. خب من تو کل مشهدی هم دیگه. بجنور فیلم خب بجنور دیگه. سوال بعدی بازیگر یوسف در فیلم یوسف پیامبر که هممون دیدیم و هر سال یه بار تکرار میشه. بازیگر یوسف در فیلم یوسف پیامبر من اسمشو نمیدونم چیه. حامد کیمیایی مصطفی زمانی بوده. نمیدونستم اسمشو. محل زندگی عشایر ایران. چپ سیوچو. دیدن فیلم در سینما بدون آن ممکن است؟ خنده صداقت آه چه میدونم. سوالش که گنگ میزد میگم قاطی کردم. پر جمعیت ترین کشور جهان چین دیگه. پس نده امو بخویه. خب روز پنجم بالاخره لیتس گو. اطلاعات عمومی جورچی انتخاب نکنه مادرتو. یکی از راه های افزایش طول عمر خوراک ساده. سیگار بکشی فکر کنی با سیگار عمر زیاد میشه. اسکل دام جوراب فقط یکی هست لیدم. دایره له شده بیزی میشه دیگه. قربان دادم کدام هر فقط یکی هست. از یکی قبلی ما درس گرفتیم. واحد شمارش نانه. واحد شمارش نان عدد دیگه. کدام بشقاب فقط یکی هست. باید فایند شد. امو اسر خوشحال کرد. ازدواج فامیلی هم هست. امو دارم ازدواج فامیلی در سطور باشه. راضی شد. این روزا نداشتم خوب جواب بدی. یادت باشه بازم بیایی برامون ماهی کباب کنی. بروی چشم امو. اکرم خوشت اومد چه طوفانی شروع کردم. وای 4 تا سوال جواب دادی. حالا
هنوزم ادامه داره. بیبی گل مادر پدر بزرگ منه. توی فامیل کسی بدون اجازه بیبی آب هم نمیخوره. گفته میشه شازده شوهر اول بیبی که صاحب مال اموال زیادی بوده بعد از مدتی به اثر مسمومیت میمیره و تمام ثروتش به بیبی میرسه. اما طول نکشیده که بیبی با شخص دیگه ازدواج میکنه. زندگی بیبی پر از اتفاقات عجیبه. روزهای بعد بیشتر دربارش میفهمیم. به سمت خانه بیبی گل. سلام، خوش اومدی. من که عجیبه. آقا تا همین تو کافیه. اگه دوست دارید اینو ادامه بدم لایک و کامنت ها رو جر بدید و اگه دوست دارید از این سری بازی موبایل چرت و عجیب غریب بریم بسازیم حتما بازی به معرفی کنید توی کامنت ها، چه ایرانی چه خارجی فرقی نداره. دمتون گرم که تا آخر ویدیو رو نگاه کردید. نسخه منید. فعلا خدافظ.